سلام، برای عکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. لطفاً اگه میشه کامنت شیر لایک بکنین، کمک کنین که ما پیشرفتمون رو بهش برسیم. فقط به دست شما میتونه به وجود بیاد. خلاصه آقا، این اپیزود راجع به بحث بین دختر و پسره، یعنی در واقع فرق بحث کردن بین دختر و پسر. ببین، پسر اینو من هم تو تجربه دیدم، هم توی یک کتاب خوندم. حالا میخوام توی خیلی خلاصه برای شما توضیح بدم، تو چند دقیقه خیلی میتونه واقعا کمک کنه. واسه همین این اپیزود واسه آدمای خود سمبالاتره، یا آدمایی که تو رابطه رو میخوان تو رابطه در آینده باشن، به درد اونا میخوره. ببین، پسرا ما منطقی میریم جلو. خب یعنی توضیح بدم. ببین الان پسرا وقتی یه مشکل، الان مثلا فرض کن من یه مشکل دارم، میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم، راجع به اینکه گل چقدر بزنم، کم بهش کنم یا زیادش کنم، من فقط به 3 تا از دوستای پسرم هست که امکان داره زنگ بزنم از اینا کمک بخوام. یکیشون وکیله، یکیشون دکتره، یکیشون هم استاد دانشگاه است. واسه همین 3 تا آدمی که من باور دارم از من بیشتر میفهمن و به هر حال ازشون کمک میخوام. شما همتون همین الان اگه فکر کنی، اگه پسر باشی اینو متوجه میشی که میگی آره من فقط به اون سوتو میگم. یکی میاد میگه مثلا مشکل داری، میگم نه، نمیخواد اینکه یارو برات مهم نیست، حرف اونو نمیتونی قبول کنی واسه جواب. اگه تو پسر وقتی مشکل داره، دوره دنبال راه حل میگره که این مشکل رو از بین ببره. خب خانوما اینجوری نیستن، خانوما دنبال مشکل حل کردن نیستن، خانوما فقط احتیاج دارن راجع به اون مشکلی که دارن صحبت کنن. حالا مثال میزنم، از بیرون میای خونه و خانومت برمیگره بهت میگه که آخ خیلی خسته شدم امروز کار کردم، بعد تو جوابش میگی که من که میگم تمیز نکن، خونه تمیزه، اگه تو هر 2 روز یه بار تمیزش کنی یه روز در میون خستگیت در میره دیگه، حداقل یه روز خسته نیستی که مثلا تو دوستم که امروز میخواست بکنی. منم که راضی ام، من خودم مثلا آدم کثیفی ام، مثلا تو تمیز داستانی. بعد خانم شاکی میشه، میگه که تو اصلا نمیفهمی حرف منو. بعد تو میگی وا، تو گفتی خسته میشی تمیز میکنی، من هم تمیز نکن، من چیو نمیفهمم، خود نمیفهمی مثلا سوالت مثلا اینکه چیه، دعوا میشه بزن بگو. الان یه چند نفر دارن مطمئنم دارن میگه او من دقیقاً دعوا داشتم. حالا میتونه تو مدل دیگه باشه، قضا باشه، این باشه، اون باشه. خانوما دوست دارن راجع به مشکلشون حرف بزنن، این چیزی که میرن جلو. یه کتاب هست به عنوان اسم مرد از مریخ از زن از ونوس یا برعکس. این داستان خیلی واقعیه، هر کم بیشتر میخواد داستانو بفهمه و واقعا رابطه‌اشو بهتر کنه این کتابو میتونه بخونه، مردای مریخی و زنای ونوسی. چون واقعا انگار مثلا ما از دو تا کره متفاوت اومدیم، طرز فکرمون فرق داره. یه خانم وقتی شاکیه میخواد راجع به اون مشکلش صحبت کنه. امروز هم یه مثال لایوش اتفاق افتاد. النا از سر کارش بهش زنگ زدن، یه جا کار گرفته، مثلا شاید هفته 4 ساعت میسر کنه. یعنی یه یارو رفتیم غذا خوردیم، بغل اون نشسته و غذا خوردیم، با هم گفتیم، خندیدیم. بعد النا گفتش که آره من ریلتورم، ولی الان که مارکت خرابه خبری نیست، وقتم بازه. اون یارو هم گفت منم تو کار ریل استیت هم، اگه مثلا هفته یه بار کمک خواستم میتونی بیای تو آفیس منو کمک کنی، فایل رو آپلود کنیم از این حرفا. اون هم گفت آره، هفته ای شاید یه بار بره، هفته شاید یه بار نره، یه کار خیلی چیل، ساعت 8-9 مثلا، هر ساعتی هم میخواد میتونه بره، میتونه بین ساعت 9 تا 10 و نیم هم شواب کنه، خیلی کار چیل اکسنت. امروز بهش گفتش که مثلا پاشو بیا، اگه میشه من یه کار برام پیش اومده بیا کمک کن. الان باش گفت وای من خستم الان نمیتونم برم. و من گفتم برای چی خستید؟ مثلا دیروز که چیل کردیم و خوابیدیم و خوردیم و امروز هم که خوابیدیم هاشم بلند شدید، چرا خسته اید؟ و گفت نه کلن یه خستم الان، مثلا این اصلا احمقانه است، من اصلا برم یه جا دیگه کار بگیرم، کار کامل بکنم. میگم خسته ای از کار کم، بعد به خاطر کار خسته یه کار کم میخوای بری یه جا کار طولانی بگیری، بعد خب فکر نمی کنم خسته تر بشی. و گفت اصلا تو من نمیفهمی. بعد رفت و دستشوی در رو بست. بعد من دقیقا همین کار کردم، من داشتم دنبال مشکل میگشتم که مشکل بکنم، ولی الان مشکلی نداشت. الان فقط اونم شده میخواست بگه که وای من چقدر کار میکنم. من میگم وای تو خیلی کار میکنی. حالا نمیدونم این چیه که خانم اینو دو احتیاج دارم بهش بگی که بگه که وای تو باحالی. ولی اگه اینجوری هم بهش بگی همه چی حل میشه. یعنی من الان بلند میشد بعد میگفتم که میگو وای خیلی سخته من با انجام سر کنم. گفتم آره تو ولی خیلی، تو خیلی قوی، میدونم تمیز میکنی و میری سر کار و تازه بگیری غذا به آسمون درست بکنی.
اونم میگه آره خیلی واقعا زندگی زن سخته. منم میگم آره خوشحالم که من پسرم، دمت گرم که انقدر تو قوی. اونم یه لب به من میده میگه مرسی که تو منو میفهمی. نه کمکش کردم، نه از مغزم استفاده کردم، نه اصلا حرفی زدم که به درد بخور بشه، اون خوشحال میشه. سعی میکنم کمک کنم، من میشم عن داستان، هیچ کاری هم نکردم. خانمم هم شاکی تر شده. یعنی خود منی که اینو میدونم و کتابش هم خوندم و اینا یادم میره. واسه همین اینو اگه میشه یه جا بنویس، اون کمد معروفی که داریم میگم جای در اتاقت بنویس صبح میخوای خواب بیدار شی، یه چیزی رو باید بدونی، اینم یکی از اوناست که اگر با خانوما مستقیم بحث کنی به جای نمیرسی. حالا از من واسه خانوما میگم، خانوما برای همینه که با مرد دعواشون میشه سر بحث کردن. مثلا داره میخواد برن فرودگاه و خانم میگه که پاسپورت رو چک کردی، چمدونت رو وصل کردی، بعد مرد عصبانی میشه. بعد زنه میگه من به تو خوبی میکنم، فقط دارم فقط کاری که باید بکنی و همینجوری دارم صحبت میکنم راجبش. ولی مرده اینو به عنوان ضعف میبینه. مرده فکر میکنه که من زنم، فکر میکنه من انقدر شعور ندارم که بتونم یه دونه فرودگاه رفتن رو ستاپ کنم، پاسپورت خودم ستاپ کنم، وزن رو خودم بکشم. این انقدر منو احمق میبینه که باید به من بگه. بعد تو اون دوستی که گفتم من ستا دارم، اون جزء اونا دوست دختر من نیست، چون من اساسا نمیخوام دوست دخترم میتونه منو کمک کنه. پس من اگه تو داشتم مثلا فرودگاه یکی از اون ستا بهم میگفت، هنون یه خورده ناراحت میشدم که این فکر میکنه من انقدر قابلیت ندارم. ولی حداقل میگفتم که خب این بیشتر میدونه، بذار به من بگه. وقتی اونم تو مغزم نیست، میگم این جاکش که از من بیشتر نمیدونه، توهمم شاید باشه ها، ولی در هر صورت هر آدمی یه چیزی داره، شخصیت آدم سوال میکنه. میگه من که نمیدونم، من که از این بیشتر میدونم، این چرا داره الان به من حرفا رو میزنه؟ این هم داره به من میگه من نمیتونم یه کار درست بکنم، هم داره به من میگه من اون چیزی که فکر میکنم انقدر باهوش تو مغزم هم نیستم، این باهوش داستانه. سر اینه که مردم از زن شاکی میشن، میگه آقا من که زنه، میگه من که کاری نکردم، فقط دارم کمکت میکنم، من دارم سعی میکنم هرچی عقلم میرسه بهت بگم که اگه وقتی بتونم یه جای کمکت کنم کمکت کنم. تو هم داری میگی من کمک نمیخوام. یه جوکی هست که همیشه زنا میگن به مرد نمیشه آدرس داد. دلیلش همینه، چون میگه من خودم میتونم اگه لازم باشه بزنم بغل آدرس بپرسم، خودم تصمیم میگیرم که اون وقت رسیده، نمیخوام تو بهم بگی. ولی اگه یه دوست داشته باشن که مثلا معروف باشه به آدرس پیدا کردن تو ماشینم قبول شده، خود مرد میپرسه داره کجا برم، داره کجا برم. برای همین هم مردای خود آگاه باشن که خانوما چه جوری بحث میکنن، هم خانوما آگاه باشن که چه ریختی میکنن. ولی وقتی تو یه خانوم این کارو با مرد میکنه، از تای دل به مرد برمیخوره که تو چرا فکر میکنی من احمقم نمیتونم این کارو بکنم. حالا میخوام الان امین رو یه سوال بپرسم ازش از اتاق فرمان. امین خب تو از نظر الان برای این بحثی که کردم تا حالا برای اتفاق افتاده اینا رو میدونستی؟ نظر چیه راجع به این حرفا؟ خیلی مفید بود. خب دیگه من چون زیاد چیز نبودم تو این داستانا، نبودم زیاد درکش نمیکنم هنوز. تو خب زن داری خیلی بهتره. من زن البته ندارم، و من یه خانوم بی‌بضاعت با بچه رو آوردم خونه، ازش نگهداری میکنم، فرق داره. ولی خب حالا درست، ولی خب چیز دیگه، معمولا زن ها همیشه احساسی تر عمل میکنن و زودتر تصمیم میگیرن و بیشتر سعی میکنن که حرف خودشون بشه، در صورتی که حرفشون اشتباه. نه دیگه، میگم اونا مغزشون متفاوت کار میکنه، اون داره سعی میکنه فقط کمک کنه بنده خدا. ما میبینیم به عنوان حرف اشتباه، میگیم منطقی نیست اینجوری کار میکنه، سعی میکنه کمک کنه ولی خب در اصل داره اشتباه میکنه. خب تو مغز اونم ما داریم اشتباه میکنیم که کمک اونو نمیکنه، میفهمی؟ آره. من پوینتو میخوام برسونم که هر دو طرف داره فکر میکنه اون یکی اشتباه است، فقط باید بفهمیم که فرق داریم. اینور اینجوری دیل میکنه، اون ور اینجوری. یعنی من اگه حواسم بود امروز صبح وقتی الان اینو گفت، میگفتم آره تو خیلی کار میکنی، بعد اونم خوشحال میشد میرفت، اصلا تمام میشد، تمام، اصلا هیچ داستانی نداشت. ولی من اینکه بهش گفتم که چرا مثلا، خب به یارو بگو مثلا دیگه نمیام سر کار، اینو هر چی بهش گفتم هی ناراحت‌تر میشد. من دیگه نمیدونم چی بهت بگم، بهت میگم بی خیالش شو، میگی نه، میگم کار سنگین‌تر نمیگی، میگی نه، میگم که به یارو بگو حداقل دو روز وقت بعد جلوتر به من بگی، میگی نه. من نمیدونم چی باید بگم که تو راضی بشی، هر چی میگفتم راضی نمیشد. آره این درسته، ولی خب وقتی مرد یه حرفی میزنه، زن تلاش میکنه که بگه حرف تو اشتباهه،
ولی وقتی زن یه حرفی میزنه مرد زیاد اون تلاش رو نمی کنه اگه واقعا حرف اوکی باشه. میدونی چی میگم؟ آره میدونم، میفهم چی میگم، دیدم اینو که آره، چون مردا وقتی این منطقی بگی میگه قبول میکنم دیگه. بعد خب مرد الاغ هم زیاد هستا، یا مثلا یکی بچه مثلا بچه‌ای که مامانه میاد میگه آقا بذار دخترمون بره بیرون، میگه نه من مرد خونم، میگم نه. خب اونم مرد همینجا داره احمق میشه دیگه. یعنی توی اون جفت هم مرد و زن احمقیت دارن، ولی توی اینو دیدم که تو داری میگی که مثلا یه سری خانوم اصلا دنبال این میگن که شوهرشون رو بکوبن، اونم به خاطر زن بودنه نیست، اون به خاطر اینکه تو رابطه خوشحال نیستن. یه چیزی که داره دوست داره هی برینه به یارو، دیدی باید که خوشت نمیاد دوست داری گم بزنی بهش، این اون کار داره اوور ان اوور میکنه. بعد چون میدونه که یارو نمیره گیر کرده یا به هر دلیلی دیگه، اینو ابیوز میکنه، زمین هر چون میگه میخواد بینه بهش. اون به نظر من از این میاد، نمیدونم، میگم من چون زیاد تجربهش نکردم نمیتونم زیاد تصمیم بگیرم، ولی چیزی که دیدم اینجوریه که اونا سعی میکنن رو حرفشون پافشاری کنن حتی اگه منطقی نباشه. این مرده زیاد اینجوری نیست. آره، حالا اگه از این راه که من دارم صحبت میکنم مثلا میگی آره نظر تو خیلی خوبه، حالا نظر راجع به این چیه، چه جوری فکر میکنی، امکان دارم زنها اونجوری راضی بشن. ولی اگه بهش بگی نه من میدونم بهترین راه از خیابون 16 همه، تو نمیدونی، زنه قاطی میکنه، بعد فقط برو 16 هم شانس ترافیک شده باشه. چی مثلا که مثلا من دارم با تو کار میکنم، من به تو یه پیشنهادی میدم، تو اولش مخالفت میکنی، من یه دلیلی میارم تو قانع میشی، اوکی؟ ولی اگه همین بحث بین تو و زنت اتفاق بیفته، تو حتی اون دلیل دارم بیاری، زنت امکان داره پافشاری کنه که نه، آره این اشتباه. اینو قبول دارم، اینو قبول دارم. اینو خانم‌ها وقتی تو دعوان میزنن، بعضی موقع میزنن کانال دو، هر چی بگی میگن نه، بعدن که باشون شاکی میشی میگم میخواستم عصبانیت کنم، بعد میگی که خب ما تو دعوا داریم سعی میکنیم تمومش کنیم. خب اگه تو دعوا داری عصبانی میکنی منو، پس تو دعوا داری واسه به منطق رسیدن و به صلح رسیدن نیومدی، تو فقط من اینجا آدم عوضی باشی. خب این چه طرز دعوا کردنه؟ نه تو دعوا که حلوا پخش میکنن، نه چون دعوا تو خیابونه، نه دعوا بین زن و شوهر. آره اینو میدونم، واقعا اینو دیدم و یه دفعه توی یه ویدیوام نمیدونم گفتم یا نگفتم، گفتم که ما مردا اگه قاطی کنیم با زور میریم جلو، زن وقتی قاطی میکنن با مغز ننتو سرویس میکنن، زورو چون میتونی نشون بدی که چک جاش مثلا کبود شده میری زندان براش، ولی منطق مغزتو که با شلاق خوردن رو نمیتونی نشون بدی، هیچ قانونی براش نیست و این کاملا نامردیه. یعنی به نظر من بعد اگه زن میتونه زنگ بزنه پلیس بگه شوهر منو کتک زده، مردم باید بتونه زنگ بزنه پلیس بگه آقا زنم با من بی منطق داره بحث میکنه، و تو میری پیش یه دونه دادگاه، اگه بتونی ثابت کنی جلوی قاضی که زنت بی منطق بوده، بعد زنه رو بندازن زندان بعد مثلا چم یه ماه، بعد اون موقع زنه دفعه بعد که میخواد این کارو بکنه دیگه گو میخوره این کارو بکنه، میگه او نه اگه بخوام اذیتش کنم چون الان داریم دعوا میکنیم میترسه از بعدش. منم وقتی تو دعوا میخوام با مش بزنم مثلا و یه جلوی خودم میگیرم دیگه. به نظر من یه قانونی باید باشه واسه خانوما که جلوی خودشونو میگن، ولی چون قانونی نیست خانوما دارن هی بدتر و بدتر هم میشن، چون یاد گرفتن یه سری مثلا انقدر این کارو میکنه که مثلا کتک بخوره بعدا بره شکایت کنه، و اون یه خیلی دزدیه. یعنی در واقع ضربه اول خانوم زده، ولی چون که منتالی بوده و مغزی بوده نمیتونی ثابت کنی، بعد تو ضربه دومو زدی ولی چون که جاش کبود شده و میتونی نشون بدی تو عکس بره، بعد تو رو میگیرن کونتو پاره میکنن واسه ضربه اولام تو خوردی. خب بعد میگن چرا یه سری از مردا از زن متنفرن، چرا یه سری مردا مثلا با زن، خب این کارا رو میکنن زنا دیگه، کم هم که نمیکنن. امروز یه ویدیو دیدم که یه زنه بود 22 نفر رو رفته بود گفته این منو خواسته ترتیبمو به زور بده، نصفشون هم داخل زندان، بعدا فهمیدم که همه رو دروغ گفته، یه نفر هم راست نگفته، فقط خیلی بد قیافه بود، تخمی بود، عقده داشت نسبت به مردا. بعد مثلا رفته بود بعد کارش نکرده بودن، فقط وقتی فهمیدن اوکی مثلا به مردا رو چیز کرده بودن آورده بودن بیرون. فکر کنم یه مرد این کارو با یه زن بکنه نه 20 تا. مثلا خلاصه میگم به نظر من خیلی بین مرد و زن الان نامردیه، و به طرف مردا تا شاید 50 سال پیش به طرف زنا بود، ولی الان بدجور عوض شده، چون ما آدمایی هستیم که مثلا راضیم قبول میکنیم، به علاوه اینکه گفتم نمیتونیم منتالی مادری که سرویس کنیم، ما ساخته شدیم که بریم جنگ، دختر ساخته شدن که بشنن
تخمه بشکنن کسوشیر بگن. واسه همین سلاح همون یکی نیست، سلاح ما هم ممنوعه، سلاح اونا هم آزاده، هر گوهی میخوایی بخوری بخور. من این کاملا آنفر میبینم طرف مرد و امیدوارم که خانم های خورده بفهمن که این هستش روی خورده کمش کنن، این خورده به قناعت به خودشون میرن خجالت بکشن. همونجوری که یه مردی 50 سال پیش بعد خودش به شعور میومده که آقا من برای چی میخوام اینو بزنم، من باید زنمو نزنم. یه زن امروزی هم باید به این فکر کنه من برای چی دارم میخوام منتالی نن اینو سرویس کنم، چرا به خوشم میدونم یارو دیگه میخواد خوشو بکشه. نکنین این کارو دیگه، مگه مریضین؟ من با النا واقعا رابطه خیلی خوب دارم، 7 سال 6 سال اینو تجربه نکردم یکی بخواد منو نظر مغزی سرویس کنه. یه بار اکثر تجربه کردم، دروغ نگم، چند وقت پیش که آخرش من همینو گفت خیلی در اصل عصبانی بودم، فقط میخواستم به چرت و پرت بگم که اصلا نمیفهمیدم چرا، که در اصل تو میبینی ما عصبانی سر این، نه چون که تو فلان کار نکردی. حالا در اصل توی 7 سال یه بار کرده، یعنی مثلا منم یه بار تو 7 سال مثلا میتونم بزنم میدون در مثلا بامبامش آروم، ولی اوکی دیگه میدونی یه بار اون کرده باشه خیلی بیگ دیلی نیستش، ولی یه سری بدبخت ها هر روز زندگیشون باید با این دیل بکنن. این نامردیه واسه طرف مرد. خیلی خب برعکس، امیدوارم این کمک کرده باشه بهتون. واقعا کتاب را اگه هستین بریم بخونین، خیلی جالب، کوتاه هم از کتابش، خیلی یعنی تو کار مثلا یه روز تماش کنین. دمتون گرم، روز و شب خوبی داشته باشین. دور تک تکتون رو میبوسم، اونایی هم که زیر 18 تولد 18 سالگیتون.